قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. به نام پروردگار یکتای بی همتا، به نام ذات که ما را از عدم آفرید و به واپسین دینش که همانا دین اسلام است هدایت فرمود و درود و سلامی بی پایان بر روان پاک حضرت محمد مصطفی و بر خاندان پاک گوهر او و یاران با وفا و راه روان راه او باد. عزیزان گرامی، بیننده های شبکه جهانی و سال حق، با برنامه دیگر از سری برنامه های با دعوتگران بار دیگر در خدمت شما بزرگواران و عزیزان هستیم. در نخست خدمت یکایک شما سروران و عزیزان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و به اجازه شما مهمان این برنامه از سری برنامه های من را که در قسمت گذشته این برنامه نیز مهمان ما بودند به برنامه خوش آمد میگم. جناب حضرت مولانا سید السلام عابد، بار دیگر حضور شما را در برنامه با دعوتگران خوش آمد میگم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر استاد، سلامت باشین. خب جناب مولانا صاحب، البته بیننده های ما هم اگر به خاطر داشته باشن و برنامه قبلی ما را دیده باشن، ما در برنامه گذشته معرفی مختصر البته خودتان از خودتان داشتین، از دوران تحصیلتان صحبت کردین، از دوران دانش آموزیتان، بعدش از دوران تحصیلیتان، بعدش هم به صورت گذرا به برخی از فعالیت‌هایتان و به برخی از وظایفتان اشاره کردین و ما به جای رسیدیم که شما در آخرین صحبتتان گفتین که سوال ما این بود که چگونه شما تانستین با وجود مشکلات و دشواری های دوران هجرت به تحصیل بپردازین و الحمدلله به این جایگاه نائل شوین، و البته جواب شما مختصری بود که با تشویق دوروبری ها و با تشویق و با همت بلندی که داشتم الحمدلله به این سرحد رسیدم. خب امروز شما جناب مولانا صاحب بزرگوار به عنوان یکی از دعوتگران و دعوتگران مشهور افغانستان حضور پررنگ دارین در عرصه دعوت. شما زمینه دعوت و عرصه دعوت و فعالیت های دعوت را در افغانستان مثلا در امی تو طی دو دهه اخیر چگونه ارزیابی میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. و بعد من میخوام یک نکته اضافه بکنم استاد، که هدف ما از رسیدن به طرف مدارج تشویق دوستا و خصوصا والدین و همت عالی یک انسان است. این به عنوان یک قضیه تربیتی مطرح بود، ولی در اصلش و ما بکن من نعمه فمن الله فمن الله احساس است. شاکر از خدا باید باشه، یعنی قبل از همه توفیقات الهی، توفیق الهی علینا. طبیعی است که استاد، در مجموع دار دنیا دار کشمکش است. بله، با مجرد که انسان آفریده شده شیطان هم رویش بود. نفس و شیطان دو چیزی است که همیشه ما را به طرف انحراف و پستی و کوچکی میکشاند. بله، و از طرف دیگر شریعت هم هست الهی که ما رو میخواد به طرف خوبی بکشاند، و انسان در راه که روان میشه یکی هم طرف چپ کشش میکنه، یکی هم طرف راست کشش میکنه. لطف خدا که صاحب شامل حال یک انسان میشه و جوامع میشه و طرف خیر میرود. و دفانسان الحمدلله و المنه که به یمن دعوتگران و خصوصا اصحاب پیغمبر ما رضوان الله علیهم اجمعین
اسلام عزیز ما در کشور ما گسترانیده شد و سایه افکند. و در روشنی دین لله الحمد و المنه جایگاه عظیمی در این کشور برای امت اسلامی و برای اسلام داده شده است. طبیعی است که حسب تعبیر اقبال لاهوری افغانستان قلب آسیا است. پیکر آب و گلش بله. و قلب هرگاه مریض شود اثرات شومش را بر کل بدن میگذارد. اگر سالم باشد اثرات آرامیش را برای دیگرها و دیگر اعضا میدهد. پس روی اساس دشمنان افغانستان و دشمنان اسلام این را خوب میفهمیدن که این قلب چطور مورد آسیب باید قرار بگیرد و چطور مورد تهاجم قرار بگیرد. متاسفانه که به نسبت عدم مسئولیت ولایت امور زمان در کشور افغانستان عزیز بوی بیدینی و انحراف عقیدوی و اخلاقی و اوج خود گرفته شد که منجر شد به کودتای ننگین ثور. و بعد از او کودتا میبینیم که ما و شما در حقیقت فرزندان عمو تغییر هستیم. و واقعا هیچ یک روز خوبی را متاسفانه ما ندیدیم و کل خرد بودیم، کلان شدیم و ریستفید شدیم در این بدبختی هایی که دشمنان افغانستان به این تغییر ناروایشان در خدمت ما دادن. پس این 14 هست که ما در کشمکشیم. در کشمکش هستیم و طبیعی است که هر کس به عنوان میخواست مرهم به ما بگذارد نه تنها که مرهم نگذاشت بلکه مشکل ما را افزودند. و هر کس به تعبیرش آمد در افغانستان به نسبت نبود نظام، نبود انسانان قوی، بس یک حیثیتی یک دیگ بی سرپوش را گرفتیم. یکی نمک زیاد میکند، یکی آب زیاد میکند، یکی زهر مندازه، یکی بوره مندازه. به این حالت رسیدیم و فعلا ما به یک کشمکش بزرگی در تمام عرصه ها رو بروشتیم. جناب استاد اگر اجازه بتین من یک مداخله کنم، شاید بیننده در ذهن چی سوال خطور کنه که جناب مولانا صاحب مثل سیاست مدارا همه بدبختی های افغانستان به دوش بیرونی ها می اندازن، دیگه خود ملت افغانستان مقصر نمی دانند. خب شما از تحول یاد کردین، ما بعد از در اواخر دهه 50 بگیم، یعنی تقریبا نزدیکایش سال 60، خب ما در افغانستان یا قبل تر از او خیزش های مردمی به نسبت عملکرد های غیر اسلامی حکومت های کمونیستی وقت آغاز شد و جهاد بر حق ملت افغانستان علیه قشون سرخ شوروی وقت هم آغاز شد و الحمدلله مجاهدین جان برکف افغانستان در وقت توانستند که البته به حمایت قوی کشورهای اسلامی اتحاد جماهیری شوروی وقت شکست بدن و ملت افغانستان و مجاهدین افغانستان باعث آزادی کشورهای آسیای میانه شدند و دیوار برلین اونجا شکسته شد. اما با وجود همه پشتیبانی ها و حمایت های اسلامی و بین المللی از افغانستان، فکر نمی کنیم که ما بودیم، یعنی اگر ما نگوییم خب همون زعمای وقت رهبرای احزاب بودن که نتانستن که این کشتی را به ساحل نجات برسانن و سوق بتن. یعنی هدف میست که فکر کنم که یک بخش کلانی از ملامتی باید بردوش رهبران و خود ملت افغانستان انداخته شد و تا بیرونی ها. قطعا استاد، من خب این باور هستم که مسئولیت ها فرق میکنند. بله، یکی زیاد یکی کم تقصیر خود را باید بپذیرند. بله، از جمله رهبران، از جمله علما، از جمله قماندانا، از جمله تجار، از جمله عام مردم.
هیچ کس حق نداره که در قضایای بدبختی افغانستان بگه که نه ما مشکل نداریم، یک قشر ملامت کنه، کلگی ملامت است، اما به نسبت های متفاوت. طبیعی چرا ملامت هستن؟ بخاطر که ما کار را آغاز کردیم ولی اصلا یک مرکز تحقیقاتی و ریسرچ نساختیم که بر ما برنامه ریزی بدهد، فردای ما را مشخص بکنه. ما با هر واقعیت تلخ که روبرو شدیم امو لحظه آنی تصمیم گرفتیم، میگن پخته به مرحله پختگی نرسیده بود. قطعاً متاسفانه تا به امروز ما هم ترستیم. تا به امروز ما در تمام عرصه های خود، چی در ساختار دعوتی ما، چی در سیاست ما، چی در اقتصاد ما، متاسفانه به طرفی بی برنامگی روان استیم. و این چیزیست که ما را پاشانده، این چیزیست که حقایق را نتانستیم برای ملت خود بتیم، این چیزیست که ما نتانستیم مسیر بتیم و آینده نگری کنیم و بگم که اگر امروز مشکل است، فردا خود انشاءالله این مشکل رفع می شود. به اساس نبود یک پلان و استراتژی منظم که فاقدش رهبرا هم هستند، علما هم هستند و احاد مردم ما خو گله نمی کنیم. پس وقتی که ما برنامه نداشته باشیم استاد، مجبور هستیم کالای دیگرها را بپوشیم و برنامه های دیگرها را تطبیق بکنیم و توجیه دیگرها را بپذیریم. چون خود ما صاحب مال نیستیم، خود ما صاحب یک سیستم نیستیم. این حالتی است که تمام بدبختی ها را بر ما آورد. یعنی در افغانستان یک به اصطلاح عام بگم یک سلاته شد. هر کس به چمچه خودش تعبیر میکنه. چرا؟ به خاطر که صاحب خانه چیزی ندارد، صاحب خانه پلان ندارد، برنامه ندارد. این برنامه رو چه کسی باید بسازد؟ استاد دل مادری با بسیار زیاد درد میکند. شما به الله باور بکنین، اگر این امیال شما برین به واقعیتش، به بزرگترین کسی که سرش حساب میکنه در افغانستان، برش بگیم فردای چی داری ندارد، به بزرگترین احزاب برین برش بگیم چی میخوایی؟ یعنی نه اینکه برنامه استراتژی برای دراز مدت، برای 20 سال و 30 سال و 50 سال ندارن، که متاسف. در کوتاه مدت هم یعنی برنامه 2 ساله و 5 ساله و 10 ساله هم وجود ندارن. متاسفم، ما با این مشکل رو علتش چیه؟ نکته در اینجاست که ما با بزرگترین چالش فعلا که نبود برنامه استراتژی است، با یک فوضه عجیب روبرو شدیم. همگی مایوس هستند، همگی ایران مانده که کی نجاتش میدهد. یکی نجات خود را در همسایهش میبینه، بنان حلقه غلامی همسایه را باید در گردن خود بندازد تا پلان از اونها وسیله نجاتش شود. یک تعداد حلقه غلامی آمریکا را باید در گردن خود بندازد تا پلان آمریکا وسیله نجاتشان شود. یک تعداد حلقه غلامی شوروی و چین و دیگران را باید در گردن خود بندازد تا وسیله نجاتشان شود، چون خودشان چیزی ندارن. وقتی که نداشته باشن چه فکر میکنن که اینا هر چی که میگوین بس در حقیقت مطابق با واقع نیست و دروغ را برای مردم ما میگوید. پس به این اساس شما که میگین هیچ چیز ندارن، نسل جدید، جوانهایی را که ما میبینیم که باید امروز هر کدام از اونها در عرصه تخصص خود به عنوان یک دعوتگر مطرح قد علم میکرد و وجود میداشت، چون ما یعنی بزرگترین جهاد را در قرن 20 رهبری کردیم و بزرگترین دستاوردها را ملت افغانستان داشت. اما با این وجود ما میبینیم که جوانهای ما به طرف دین گریزی و دین ستیزی و بی‌هویتی در حال حرکت هستند. عاملی از هیچ چیز فکر نمی‌کنیم که علما هم در اینجا مقصر هستند، کوتاه هستند. شما از بی برنامگی صحبت کردین. خب اگر این سوال مرا جواب بدین که من فکر کنم که قرار بود که دو سه سوال یک جای مطرح کنم. لطفاً اساس. من عرض کردم که هیچ کس در اینجا سلامت خود را نکشد. بنان ما من هست یک عالم میگم که من ملامت هستم. یعنی شما هم هیچ کس گفتم خود را استثنا نکنند. زیرا من میفهم که توانایی ما چقدر است و از این توانایی های ما چقدر استفاده کردیم
و چقدر عاطل است. بعد امتحان میکنیم، نشه که ما یک دو کاری که میکنیم باز میگم ما مشکل حل کردیم. تو نیست، توانایی که ما داریم بیشتر است. کاش استفاده میکنیم. واقعیتش اینه که شما یاد کردیم در برنامه گذشته که الحمدلله فعالیت های زیادی داشتین. بله بله استاد، این اگر بخوایم توانایی خود را تعبیر بکنیم ما میتونیم بزرگتر بکنیم. کل ما شما در جای خود ما اگر کار را کار بگیم ما ایت بدبخت نمیشونیم. بنابراین کل ما مقصر هستیم و هیچ کس نگوید که ما مقصر نیستیم. اگر کسی بگه که ما مقصر نیستیم امرای ما بشینه باز ما برش میگم چقدر مقصر است. دو، هرگاه ما برنامه نداشته باشیم خود به خود به ناامیدی و یأس نه تنها نسل جوان را بلکه کل ملت را میکشانیم. وقتی که انسانی که ناامید میشود به هر و آب میبرشه به هر چیزی که وسیله نجاتش باشه به او دست مندازه و خیالش میکنه که نجات نمیست. هر چیزی که استعمار را مطرح بکند فکرش میگه که چون خودش صاحب برنامه نیست خیالش میگه که شاید در او برنامه خیر باشد. مثلا شما چه فکر میکنید که امان الله خان در افغانستان فکرش به این بود که اگر ما کلا را شاپو را به تن خود بیاریم افغانستان جور میشود؟ همون دلشوک پتلون یا کوچلوار اگر بزنیم خلاص وضعیت افغانستان نورون علا نور و ما این شکل کمونست آمدن. فکر میکنه که اگر ما دین برداریم و علما را از بین ببریم دین افیون بگویم مشکل حل میشود؟ یا امریکا آمد به تعبیر خودش کار کردن، پلان نداشتن، پلانی که افغانا نداشتن برایش و پلان خودش را درگرد تطبیق میکنن که ما باید کشته شویم. طالبا آمدن به نام دین برنامه نداشتن، نتونستن برنامه خود عملی بکنن. من در کل ما نتیجه شد که ما به طرف ناامیدی، به طرف بی‌هویتی، به طرف فوضه روان هستیم و این سبب شده که هر کس مثل ما علیکر مایی خود بگیرد. هر کس برای اینکه تو در حالت غرق شدن هستی دست خود پیش میکند، مسیحیت دست خود پیش میکند، سیکولر دست خود پیش میکند، ایران دست خود پیش میکند، پاکستان دست خود پیش میکند، بیدین دست خود پیش میکند، اون دو دست خود پیش میکند. هر کس کار خود میکند. اگر خواسته باشم که ما از این حالت برایم بله چقدر زیبا خواهد بود استاد که ما صاحب برنامه کنیم خود را و از دین خود آگاهی خوبتر پیدا بکنیم، دین را وسیله نجات خود تلقی بکنیم، دین را یک قماش جور نکنیم که بر روی خود کشش بکنیم و مردم را فریب سرش بدیم، دین را وسیله به قدرت رسیدن تعبیر نکنیم بلکه دین را وسیله زندگی خوب با خدا و با خود و با مخلوق خدا تنظیم بکنیم. آیا فکر میکنیم که برخی کار میکنن؟ قطعا استاد. شما چی فکر میکنید؟ از دین یعنی استفاده ابزاری میکنه؟ کاملا یه حساب نمیکند. انگامی که از قدرت دور میشن باز دین معنوان میشود. انگامی که در قدرت باشن هیچ کسی پرسان نمیکنه که دین بیچاره رو برای چی کاری بکنید. خب اینجا بحث علما و بحث احزاب جناب استاد مطرح شد و میفهمین که ملت افغانستان وقتی به مشکلات دچار شوند بیشتر اعتمادشان و تکیه‌گاهشان یا احزاب است یا علما و عموما در رأس احزاب جهادی هم علما قرار داشتن. امروز شما کارکرد علما را، برنامه علما را و فعالیت‌های علما را برای نجات افغانستان، برای بیرون رفتن از وضعیت کنونی چگونه ارزیابی میکنید؟ استاد من میخوام که شاید تبلیغ بکنم و این وسیله شود برای دوستای ما و به علمای ما و اهل درد ما که به عوضی که یعنی تعبیر را طوری بکنم که نه همه کار شده بین واقعیت ها را خوب تر بگویم. استاد باز هم میگم که علما جایگاه سر در بدن دارد. هرگاه سر خوب نبود مغز خوب نبود فکر نمیشود. و وقتی که قمانده را خراب فلج شد فلج بکنیم دیگه همه از فلج میشه. خواهش من این است که علما مسئولیت نسبت به هر کسی بیشتر دارد.
مسئولیت پذیر باشه. علما هستند که احزاب را میتونن توجیه بکنن، جوامع را میتونن توجیه بکنن، این جهت دهی دوری که به نام قوم و زبان و سمت و حزب آمده و ما را پاشانده، این را با هم وصل بدهد، ما دیگری را به طرف معنویت دور بدهد، جرأت از این را پیدا بکنن که حق را بگویند در مقابل هر کسیش که باشد، چه حکومت باشد و چه احزاب باشد، چه احاد مردم باشد، توانایی از خوب زندگی کردن را به عنوان یک مؤمن و مسلمان مطرح بکنند و راه‌های همزیستی خوب را در اونجا تثبیت بکند. جوان ما که به طرف بی‌هویتی می رود به خاطر که افغانستان خود را نمشناسد، جایگاه افغانستان را نمشناسد، افغانستان را بر مردم معرفی بکند، جایگاه و عظمت از این خطه عظیم و بزرگ می تو عرض کردم. می تونم شما فکر بکنید که جوان های ما فکر میکنه که کشور چه قهر ترک است و کاش که دی کشور نمی بودم و این دقیق است، دقیقا خود را میر رنگ دارن که هر جا ما کوبیده میشیم یا هر جا ما توهین میشیم، در حالی که افغانستان تو نبود استاد. افغانستان 100 نفر استادای بخاری در افغانستان امروز ماست، 100 نفر از اساتید امام بخاری و مسلم در ایجاست. در افغانستان جایگاه تولد امام ابو داود است در نیمروز. افغانستان جایگاه حاکم ابن حبان بستی است. افغانستان جایگاه بزرگترین شخصیت عبدالله انصاری که ارگا شما باور بکنید استاد، وقتی که کتابی که ابن قیم رحمت الله علیه در باب خودسازی و تزکیه و ساختن یک انسان دارند بسیار بلند است و کم مردم تانسته که همچون کتابار نفیسی و زیبایی را تقدیم جامعه اسلامی بکند، ولی اثر معنوی حضرت خواجه عبدالله انصاری را با منازل سائرینی که دارد و او مبارک مدارج سالکین را شرح منازل سائرین است و تأثیر از او کتاب در کل کتاب های ابن قیم شما میبینین و او از افغانستان است. شما میبینین که جایگاه مولانا ایرون چقدر است، شما میبینین جایگاه امام فخرالدین رازی چقدر است، شما میبینین که به صدها علمای بزرگواری که برای امت اسلامی خدمت کردن در افغانستان هستند. روی این اساس وقتی که ما تحلیل بکنیم در بحث جرح و تعدیل چقدر علمای بزرگ در افغانستان هستند، در بخش سیاست خدماتی که غزنوی ها به امت اسلامی انجام دادن و جایگاهی که او دارد، این عادی نیست. خدمتی که میرویس نکه با امت اسلامی کرده او عادی نیست. جایگاه امپراتوری احمدشاه ابدالی در افغانستان عادی نیست. وقتی که کلش تحلیل بکنی باز ببینی آنچه که ما را با هم یک جای کرده و یک مش ساخته، یک ملت ساخته، او اسلام عزیزی ماست. ما را قوم، ما را زبان، ما را ملیت، ما را حزب ابدا یک جای کرده نمیتوند. آنچه که ما را یک جای میکنه دین ماست. دین ماست که وسیله تفاهم، تصانات و تعاون را مساعد میکند. بناهن وقتی که ایره پذیرفتن که بله دین این کار را میکند، بله کدام دین این کار را میکند؟ تعبیر دینی چطور باید بوده باشد؟ چطور ما میتونیم که تعبیر دین را رسا بکنیم؟ متاسفانه وقتی که تعبیر دین غلط شود و ضعیف شود، جنایت صورت میگیره به عنوان دین. شما ببینید که در امیر رمضان که ما هستیم، تیر شد استاد عزیز، فردی روزه میخورد و کسی جاهل میآید در دهنش چای جوش را مندازد به عنوان از اینکه تو چرا روزه خوردی و این فرد وفات میشود. کسی نیست که پرسان بگه که این کار از آدرس دین میکنه کاملا از آدرس دین. ارگاه فهم دین ضعیف شود، شخصیت ها به شهادت میرسد و عنوان هم دین میگیرد، افراد از بین میرود، عنوان از دین میگیرد، جنایت صورت میگیرد، عنوان از دین میگیرد، در حالی که امید دین یگانه وسیله تجمع ماست. پس ما جایگاه علما را، توجیه علما را و مسئولیت علما را نسبت به هر کسی دیگری، چه حزب بوده باشه، چه رهبر بوده باشه، چه این چون آن بوده باشه، بهترتر و بزرگتر و عظیمتر میدانم و امیدوار هستم که علمای ما در چیزهای بسیار کوچکی که اصلا نباید بپردازند
و نباید یکدیگر را تکفیر کنند، تفسیق کنند، تضلیل کنند. نباید دین را وسیله افتراق بسازند و وسیله جدایی انسانها از انسانها بگردانند، بلکه دین را وسیله تجمع قرار بدهد، تحمل پذیری بکند، یکدیگر را بپذیرد، زبان تعبیر خود را اصلاح بکند و دلسوزانه بکند. دین است که ارگا درست تعبیر شود وسیله تجمع ماست. چقدر عجیب است و چقدر زیباست که این کار عالم ها نسبت به هر کسی دیگری خوبتر کرده میتواند. ولی متاسفانه هرگاه منبر وسیله تفرق شود، هرگاه دین وسیله تفرق شود، شما در یک رمضان ماه معنویت و خودسازی و رشد ارزش های معنوی است، در این ماه سر یک قضیه بسیار 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 خرد که نماز تراویح هست و از نماز نافل هست، شما چی فکر میکنید؟ چی قال مقال نیست که در شما در میدیا و رسانه ها در بین انسانانی که تعبیر از دین میکنن پیدا میکنید؟ چه جنجال هایی در حالی که استاد عزیز، نماز تراویح کار شخصی خودم است. ولی اگر تو بر من خیر میخوای، نه تنها بگو 20 رکعت، بگو زیاد بخوان. ولی اگر من نخوندم آسمان پایین میشود. 8 بخوانیم، 20 بخوانیم، او را تکفیر میکنه، او را تکفیر میکنه، تفسیق، تدلیل، قال، مقال، توهین. به حد این قضیه نفل سبب تنازع، کشمکش، نفاق و عداوت شده است. این کار کی میکنه؟ این کار جاهل میکنه؟ این کار کسی میکنه که من دین میفهمم و در سینه خود میزنه که من دیندار هستم و خدمت به دین، این خدمت است؟ خب ملت را پرشان بنان. نکته ایم همینجا بود استاز که ما گره بیشتر و بیشتر را نسبت به هر کسی دیگری، اول خویی که هیچ کس نباید بگه که من ملامت نیستم، ولی مسئولیت علما نسبت به هر کسی بیشتر است. علما باید دقیق دین را بفهمن و دین را وسیله خدمت کردن به خود و به مردم و به دینش و به جامعهش باید تلقی بکنن. جناب مولانا صاحب، من مطمئن هستم که عده زیادی از بیننده های ما علاقمند هستند که صحبت طولانی شوه و برنامه باید وقتی زیادتر از این می بود که صحبت های دیگر، راهکار های دیگری هم در ارتباط به حل مشکلات افغانستان، در ارتباط و حل معضلات کنونی افغانستان صحبت های بیشتر می داشتن، اما متاسفانه وقت برنامه ما یاری نمی کنه و از این که طی دو برنامه گذشته در خدمت ما و بیننده های گرامی ما بودین و لحظات گرانبهای از وقتتان در اختیار ما گذاشتین، ما از شما جهان سپاس و امتنان داریم و امیدوار هستیم که الله متعال آنچه را که شما گفتین و آنچه را که ما و بیننده ها از شما شنیدین در ترازوی حسنات ما قرار بده. شما جهان سپاس و امتنان دارم جناب مولانا سید. تشکر. و من از شما تشکر میکنم. اگر تعبیر مکمه که کرشتر و سختر باشد، از شما و از بیننده ها معذرت میخواهم. سلامت باشین. تشکر. برعکس. خداوند خیرتان بده و همچنین از تک تک شما عزیزانی که تا این لحظه پای برنامه خودتان نشستین تشکر و سپاسمند هستم و تا برنامه دیگر همه شما را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قل للذی يسعى لإرضاء الإله اسلق طريق المصطفى خير الدعاء خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدى.